بعد از یک زمان و یک مدت طولانی بعد از یک غیبوبت کبرا باز هم به فضل و به مرحمت رب العالمین و لطف او تعالی دوباره به برنامه های خود از طریق این شبکه معروف و مشهور توحیدی خدمت شما بزرگواران هستم و انشاءالله که می کوشیم تا روزهای را در طول هفته با شما باشیم، از این طریق مهمان خانه های شما عزیزان باشیم و انشاءالله که بعد از یک مدت بسیار کوتاه لین تلفن و سوال و جواب و استفسارات و همچنان فرمایشات شما عزیزان را خواهم شنید. دوستای عزیز، در آیه کریمه که از قسمت اخیر سورة الکهف برای شما تلاوت کردم، در این آیه ها یک مطلب بسیار عظیم و بزرگ نهفته. یک آیه است که تمام ابعاد و امور زندگی انسانیت در بر می گیره و همچنان یک خبر است و هشدار است برای اوید افرادی که در زندگی خود در شبانه روز اعمال متعدد را انجام می دهند، خواهی عمل نیک باشد و یا بد، ولی یک تعداد هستند که اعمال بسیار غلط، ناروا، خلاف کتاب، خلاف سنت، خلاف اجماع صحابه، خلاف اصول و اسلوب اهل بیت و خلاف تمام موازین دین اسلام عمل می کنند، ولی برای مردم و برای افراد و اشخاص جامعه چنین تشریع و چنین وانمود می سازند که ما اعمال خیر را انجام می دهیم، ما کسایی هستیم که در امور خیر، در امور نیکی، در امور که او سبب فلاح شما و دیگراست ما مصروفیم. الله جل تزمتو مهربانی میکنه که نه خیر، اینا اولا بنده های مرا، آنان را که من به دنیا آوردیم یعنی خلق کردیم، خالق اونها منم، اینا اونها را معبود خود میپندارن، در تمام امور زندگی خود با اونها صدا میزنن، از اونها میخواهند، با اونها روابط دارن. افحسب الذين كفروا ايتخذوا عبادي من دون اولياء، كارساز و حاجت روای خود مخلوق را میشمارن و میگوین اینها فلان و فلان و فلان و فلان اینا حاجت روای ما اند. پس به تعقیب انشاءالله، انا اعتدنا جهنم للكافرین نزلا، یقینا ما آماده کردیم، تیار کردیم برای کفار، یعنی کسی که به غیر الله دیده و دانسته صدا میزنه در امور ما فوق الاسباب، از اونا دعا میکنن و به اونا حاجات خود را پیش میکنند، در حقیقت کفر میورزند، شرک میورزند. پس جای اینها، مسیر اینها به طرف جهنم است. و به تعقیبش برای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مهربانی کرده، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، تو برای اینا اعلان کو، بگو ای خبر نتوم شما را در مورد آنانی که از جهت عمل اینا در تاوان هستن، سخت تاوانیستن، سعی و مسعی را به کار میدن، کوشش میکنن، شب و روز نشستن و
در پی و در صدد این هستن که ما برای مردم گپ خوب بزنیم، ولی بدبختانه نمیدانن که چی می سراین، چی بلایی را بر سر امت آوردن. الذين ضل سعيهم، برباد از تمام سعی و مسعی و کوشش ها و کاوش های اینا در زندگی دنیا هیچ به دردشان نمی خوره. و اینا گمان می کنن و هم یحسبون انهم یحسنون صلح، اینا گمان می برن که ما کار نیک انجام می دهیم، ولی در حقیقت اینا عمل ناروا کفر و شرک را خوب و زیبا می پندارن. شیطان عملهایشان را برایشان زیبا جلوه دادن. در هر گروهی که می بینید این چنین مصیبت ها وجود دارد. مثلا در روافض، این رافیزی ها، در صوفی ها، متصوفه، در فرق دیگری که خود را منصوب به مذهب سیدنا امام ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل رحمهم الله می کنند، در حالی که او بزرگوارا اگر امام ابو حنیفه بود، اگر امام مالک بود، اگر شافعی بود، اگر احمد ابن حنبل بود و اگر دیگران بودند، از این اعمالشان بیزار هستند، براءت میکنند از اینا و براءت کردن از اعمال بدی اینا، خود را به اونا منسوب میکنند ولی کارهایی میکنند که اصلا از او بزرگوارا ای صادر نشده. پس دوستای عزیز، از وجه عمل، از جهت عمل اینا سخت در خساره هستند. باز این چنین کفار به صورت عموم تنها کافران نیستن، هر کسی که این اعمال را انجام میدهد اینا در خساره اند. ان الله لعن الكافرین و اعد لهم سعیرا خالدین فیها ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا. الله این کفار را، کسی که از توحید الله جل تزمته و از عبادت او انکار میکنه، این انسان چطور مسلمان است؟ الله را قبول نداره، کتاب الله را قبول نداره، محمد رسول الله را قبول نداره، احادیث آن جناب را قبول ندارد، اجماع صحابه را قبول ندارد. اینایی که دعوتدار و مدعیان اهل بیت و از تابعدارای اهل بیت هستند، دعوا میکنن که ما متبعین اهل بیتیم، ولی در حقیقت اینا راه و روش تمام از صحابه و اهل بیت ترک کردن، راه براه و روشش نیستن. کسی گفت از ما پرسید چند قبل، گفت نظرت در مورد صوفی و رافیزی ها چیست؟ گفتم صوفی و رافیزی خواهر و برادرن. گفت یعنی چی؟ از کجا میگی؟ گفتم صوفی مقلدین زن در عقیده و روافض اینا عقیده ابن سبی یهودی را دارن، اصلا چندان نه عقیده اسلامی دارن، بلکه یک حرکت سیاسی بود علیه اسلام. گفت دلیل چیز؟ گفتم دلیل من اینه، ببینید اینا هم علی را به اون مرتبه عالی و بالای رسانیدن، رضی الله عنه را، که میگن که اون مقام سامی و بسیار بلند را داره که به اون ملک مقرب نبی مرسل رسیده نمیتونه، یعنی که الله است، به الوهیت رسانیدش. صوفی هم میگه که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم
دافع البلاس، دافع الوباس، دافع قحط، دافع مرضها ودردها وألم، دافع القحط والوباء، دافع الوباء والقحط والألم والمرض، أمراضهم أدور ما يكونوا كل مسائل هر دو با هم مشابهت های بسیار زیاده دارن و مشابهت های روافض با یهودی ها. ولی به هر صورت باز اینا در عقیده، یعنی متصوفه در عقیده مقلدین زن ها هستن. گفتن چطور مقلد زن است؟ برش گفتم زمانی که امرأت العزیز، زن عزیز مصر، از سیدنا یوسف علیه السلام تقاضا و خواهش عمل نامشروع کرد و سیدنا یوسف علیه السلام ابا ورزید و دوش کرد، او هم و ای هم. ببینین هر دو دویدن، یوسف هم دوید علیه السلام و امرأت العزیز هم دوید. ولی یکی از گناه به خاطر رهایی از گناه می دوه و دوش می کند و دیگر به خاطر عمل کرده گناه می دوه. فاستبق الباب، هر دویشان دویدن. مختصر زمانی که اینها این مسئله مشهور شد در میان مردم، زنها گفتن، گفت امرأت العزیز با خادم خود، با غلام خود محبت داره. محبت هم سطحی و ابتدایی نه، بلکه به شغاف قلب و پرده های قلبش این محبت داخل شده. این بسیار کار غلط است، خطای بزرگ است. از غلام خود تقاضای عمل نامشروع کرده. خبر شد امرأت العزیز، زنها را خواست، محفل را درست کرد، تخت را درست کرد و همه نشستن و چاقوها به دستشان و میوه ها به دستشان و برای یوسف صدا کرد، گفت یوسف برای. زمانی که یوسف علیه السلام برآمد، در اینجا زنها چی گفتن؟ قلنا حاش لله، پناه به الله، ما هذا بشرا، ای بشر نیست، این هذا الا ملك کریم، یک ملک با عزت است. امروز هم صوفی چی میگم؟ محمد بشر نیست، نور است، نوریست، ملائکه از نور آفریده شدن. پس در عقیده اینا مقلد زنها هستن. پس این چونین مردم میاین، ان الله لعن الكافرین و اعد لهم سعیرا، خالدین فیها ابدا، همیشه در این جهنم، لا يجدون وليا ولا نصيرا، نكدام وليه، نكدام كارسازه، نكدام حاجت روايه، نكدام قدرت است که با اینا کمک بکنه. و باز به تعقیبش چی زیبا فرموده رب العالمین، يوم تقلب وجوههم في النار، زمانی که در آتش جهنم روحای اینا را دور میدهن این بر و آن بر. پس اینا در اوخ یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول، ای کاش ما اطاعت الله و اطاعت الرسول میکردیم، فرمان الله و رسول را قبول میکردیم، از الله و رسول و از احکام آنها زندگی دنیا و آخرت خود را زیبا و آراسته و مزین می کردیم. و باز میگن که وقالو ربنا، میگوین اینا یا رب ما، ای پروردگار، اینا اطعنا سادتنا، سادات ما را پیروی کردیم، اطاعت از سادات، کبرا و کبرا انا، بزرگای ما، سید است و به به، کار شیطان میکنی، نامت ولی، گر ولی این است لعنت بر ولی.
کارش بی بی، نامش سید، اما خارپشت، خارپشتک نمیدانم در زبان ایرانی چی بگم، خارپشت را چی نام مینهن؟ بخمل، به به، حریر ابریشم بچی، مثل ابریشمه، آه بخمل بد شکل، ساداتون، سید هستون، این چیزها به درد نمیخورد برادران، خواهران عزیز، سید بودن، سادات بودن، هاشمی بودن، قریشی بودن، وقتی به دردت میخورد که فرمان و حکم الله و رسول را قبول بکنی، پیرو آن باش. در آن وقت باز اگر حبشی بودی، اگر فارسی بودی، اگر ایرانی بودی و اگر افغانی بودی، اهل هر کجا که باشی بازم مسلمان هستی، باز کامیابی. ورنه شما ببینید ابو لهب عم رسول الله بود، عبدالعزا که اسمش، روی زیبا داشت، مال داشت، پسر داشت، اولاد داشت، با وجود هاشمی بود، قریشی بود، عم رسول الله بود، هیچ به دردش نخورد، هیچ به دردش نخورد، رفت به طرف جهنم. صوفی ها میگفتن آسان نبود بردن ما جانب دوزخ، آنجا مگرم احمد مختار نباشن. بگو برای تو مبتده و برای این چنین مشرکین محمد رسول الله نبی رحمت دعای هلاکت کرده، تو منتظر شفاعت رسول الله نباش. برای این چنین افراد و اشخاص آن جناب علیه السلام دعای بد کرده، قسمی که حدیث صحیح نبی کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید من بر سر حوض کوثر استاد می باشم، اگرچه روافظ می گوید اینا اعطینا کل کوثر، عجیب قرآن هم می خوانه، اینا اعطینا کل کوثر، ای پیامبر برای تو فاطمه را بخشیدیم و التین و الزیتون، حسن و حسین، مرج البحرین یلتقیان، علی و فاطمه بینهما برزخش چی کدی؟ جانور لایبغیانش چی تفسیر میکنی؟ باز میگه یه خروج منهما اللؤلؤ و المرجان، از این دوتا لولو مرجان حسن و حسین، هی با قرآن کریم چی جفاهایی را مردم میکنه. ای در اینجا تحریف، صوفی آقا در اونجا تحریف داره، تحریف کرده میرود، او در اسماء و صفات رب العالمین تحریف میکنه. کسیش پیرو ابو منصور ماتوریدی شد، کسی از ابتدای از ابو الحسن اشعری رحمه الله از او پیروی میکنه، در حالی که او شخص بزرگوار الابان عن اصول دیانه کتاب نوشت و از این چیزا رجوع کرد، ولی اینا میگن نه، میگن آقا اگر ما برای الله این صفاتی که در قرآن آمده، استواء علی العرش است، این ید است، این ساق است و این چیز قدم است، این را ثابت کنیم، خب از جمله مشبهه میشویم دیگه، تشبیه مخلوق را با الله را با مخلوق دادیم. گفتم یک روز برای یکیش گفتم آقا تو حی هستی یا نه زنده ای؟ گفت بله. گفتم الله زنده است؟ گفت بله. گفتم تو زنده نیستی، باید یک چیزی دیگری بگوی، من زنده نیستم. مشابهت با الله میاد، الله را با خود مشابه میکنی، نه او هم زنده است تو هم، ولی او حیاتی که در شان رب العالمین است چیزی دیگری است، کما یلیق بشانی، و اویی که در مورد دوست و چیزی دیگری است، برای الله فنا نمیاد، او نمی میرد، او ابد الابد زنده است، حی قیوم است، ولی تو میمیری،
برای تو انواع و اقسام مشکلات و مصائب و امراض میاد و الله از این صفاتی که هم صفات سلبی دارد و هم صفات ثبوتی، این در حق الله نیست. پس دوستای عزیز، برادران محترم، سیدنا نبی کریم صلی الله علیه و سلم در سر حوض کوثر استاد و امتش را از حوض کوثر آب میده. یک گروه را ملائکه به طرف جهنم میبرند و آن جناب علیه السلام صدا میزند، اینا امت منن، او صحابی او صحابی و اینهم منی اینهم منی او امتی، اینا امت من هستند. ملائکه ها برایش میگوید اینک لا تدری، اینک لا تدری ما احدثوا بعدك، ای پیامبر تو نمیدانی که بعد از رفتنت اینها چی بدعات و خرافات را در دین داخل کردن. ملائکه ها میگویند پیامبر تو علم غیب نداری، زمانی که خودت از دنیا رحلت کردی پس خبر نداری که اینا چی کارهایی را، چی گلهایی را اینها به زهر دادن و زهر پاشیدن بالای گلها و بالای چمن توحید، بالای آن باغ و بستان توحید زهر پاشیدن، پرازیت پاشیدن، میکروب پاشیدن، در هم و بر هم کردن. مگر اینا چی میگن؟ این لائمت یعلمون علم ما کان و ما یکون. ای مشرکین نجس، ای می دوازدگانه، میگن علم ما کان و ما یکون میدن، لا یخفا علیهم شیء فی الارض ولا فی السماء، هیچ چیزی بر اونا پوشیده نیست. ملائکه میگن پیغمبر تو نمیفهمی، تو علم غیب نداری. ببینین، ولی گمان میبرن اینا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. در روز قیامت ای دوستان رافضی، ای شیعان، ای عوام شیعه، ای صوفی، ای کسایی که این صوفی ها به نوع از انواع بسیار بسیار با هم نزدیکن. صوفی پول مردم را به نام لنگر و به نام نفقات و به نام خیرات از نزدشان میگیرد. کسی گوسفندی میارد و اونجا در دیار پیر رها میکند، مرشد ماست. این کسی گاوی میارد، کسی مرغی میارد و اینچنین. به این شکل پول مردم را و همچنان پول هم میگیرند، خانمهای مردم را به نام رقیه، به نام دم، به نام اینچنین مسائل، کسی را بالاش دست بگذار، کسی را در آغوش بگیر، کسی را به نوع از انواع روافظم اینچونینه، پولت را به نام خمس میگیره، دختر و خانمت را به نام صیغه میبره. چیه؟ بسیار با هم نزدیک هستن، این کارا را میکنن. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، و باز که برش بگوی آقا مگر این ائمه ما، ائمه اطهار نمیدانستن؟ چی را نمیدانستن آقا؟ بگو چی را؟ اگر این سخنانی که و این کارهایی که شما میکنید و این سخنان یقینا از آنها باشد، پس وای به حال امت مسلمه و وای به حال شما و کل، چون او بزرگوارا ای گپ ها را نگفتن و شما دارید به خاطر اشباع غرایز شهوانی و به خاطر پر کردن جیوبتان، ای متصوفه، ای رافضه، ای می قد و نیم قد، ای آخوندهای قد و نیم قد، تیرهای موتر را بسر کردید از ماشین را و دارید مردم را بلک میل می کنید و از اونا سو استفاده می کنید، کدام دین است؟ باز در روز قیامت همین موریده که همین پیروه که کورکورانه از این آخوندها و از این پیرها و سادات و کبرای خود و بزرگای خود پیروی می کردن، با
باز در اونجا میگوین که وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فادلونا السبيلا. ما خو پیروی ای جانورا بوده، ما را از راه راست به طرف دیگری کشید. باز در او وقت دعای بد میکند، در این وقت عبادت میکند، اونجا دعای بد میکند. در اینجا برای اینا به قبر سجده میکنند. کسی بود از روافض و صوفی ها برای هنود گفتن، گفت به چی مردم مزخرفه؟ گفت چطور؟ گفت بت رو دارن عبادت میکنن. اون هندو برایشان گفت، گفت که میان ما و شما هیچ فرقی نیست، ما رافضی ها صوفی ها یک چیز هستیم. گفت چطور؟ او با زبان اردو گفت هم کڑے کو پوچھتے ہیں آپ پڑے کو پوچھتے ہیں. گفت ما استاده را عبادت میکنیم، شما افتاده را، فرق ما و شما چیست؟ چی فرق است؟ پس برادران، ای عوام متصوفه و شیعه، آیا میدانید که چی مصیبت را بالایتان این سادات و بزرگا و این آخوندها آوردن؟ باز در روز قیامت اگر هر قدر به هر اندازه افسوس بکنی و آرمان بکنی و بگویی که وای به حال من چی کردم، باز اگر اینها را هر قدر دعای بد بکنی به در نمیخوره. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. باز در وقت این صدا را از دهنت میکشی، همه علی بگو الله لعنتت کنه، ما با تو نیستم، ما متبع کتاب و سنت هستم، ما پیرو الله و رسول هستم. به این اساس این زندگی انسان زیبا و آراسته و پر از خوشی ها میشه. هر زمانی که از پیروی کتاب و سنت به دور رفتیم، قرین و همنشین ما کی میشه؟ شیطان. و من یعش عن ذکر الرحمن، اما طور به اصطلاح به ناز ناز به طرف دیگر نگاه کردن و اعراض و رو دور دادن از ذکر پروردگار، بی پروا شدن از ذکر پروردگار. و بهترین ذکر قرآن است. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. بهترین ذکر قرآن است. من شغله القرآن عن ذکری و مسئلتی. ای قرآن وقتی که گرفتی و دیگه از کار وقت نداشتی، الله او چیزی را برایت میدهد که از همه مردمی که سوال میکنن و دعا میکنن بهتر از اونا باشه. پس کسی که از ذکر یعنی از قرآن و از سنت رسول الله روی دور میتر، نقید له شیطانا فهو له قرین. بس این شیطان با پشت از این می چسبد، با این یک جا می شود. قرینش، همنشینش کیست؟ شیطان. زندگیش را رب العالمین تنگ و تاریک می سازد. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعما. قال رب لما حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا. کسی که اعراض از ذکر پروردگار می کند، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُنْكَ، زندگی بسیار تنگ. شما باور بکنید و ایرا امتحان کنید، برید روزی در جاده، در وسط، در چهارراهی استاد بشید و این سیارات و این ماشین های بسیار قیمت بها را ببینید. افرادی که در اون ماشین ها نشستن، آثار غم، آثار افسردگی بر چهره هایشان هویدا و آشکارا ظاهر است. میبینی بسیار پریشان. ولی برین یک کسی که تعلقش با رب العالمین درست است،
ولو اگر چیزی در جیب ندارد، ولو اگر ماشین بسیار قیمت بها ندارد، ولو اگر این شخص قدرت و سلطه و کدام نفر ندارد، اما بسیار مطمئن، بسیار خوش، آرام، اصلا پروای هیچ چیزی را ندارد. اگر غم می آید و مصیبت می گوید رب ماست، برای اینا غم می آید صدا می زنه یا علی، صوفی صدا می زنه به گرداب بلا افتاده کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. لا اله الا الله، به گرداب بلا افتاده کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. من که قبلا اون شعر را گفتم، میگن که آسان نبود بردن ما جانب دوزخ، آنجا مگرم احمد مختار نباشد. متصل بعد از این شعر چی میگه؟ سخت مشکلی دارم یا تمیم انصاری، آسان نبود بردن ما جانب دوزخ. تو شرک میکنی آقا، تو داری تمیم ابن حسید انصاری را صدا میزنی، تو یا رسول الله، یا چاریا، یا غوث اعظم، دستگیر، دستم بگیر. پس میگن ما موحدینیم، و برای کسی که برای این چنین افراد و اشخاص یا برای عوام صوفی و شیعه مسئله را هویدا و ظاهر میسازد، میگن تفرقه میاندازد، دشمن است، شما گپ اینا وهابیه. خب اگر عقل دارید، فکر دارید، تفکر و و و از تفکر کار میگیرید، نه نمیگیرید. فقط به این امینم که علی، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج. از که تمسا بریز. کدام ولی؟ روز قبل یکی را پرسان کردم، گفتم آقا امامت منسوسیست؟ گفت بله. گفتم خب از نسب امام زمان فایده، یک فایده که برای امت رسیده بود، یک فایده، در حالی که هیچ فایده نکرد، قرآن اصلی را گریخت رفت. نظر به گفتی اینا، ورنه ما نه، امام زمان، امام زمان یک خرافات است و یک چیزی هوایی و خیالی فانتاسی، حقیقت نیست. امام زمان عجایب و غرایب بشنوید دوستان. این گپ ها و این سخن ها را بار بار از زبان علمای ما، این داعیان و و بزرگواران دین ما شنیدیم، ولی مشک را هر قدر به مالی خوشبویش زیاده تر شده می رود. ما از این باب اگر تکرار می کنیم، تا یک بار دیگر این مشک را، بوی زیبای مشک یعنی قرآن و سنت را برای شما برسانیم، و از این خرافات و بدعات و شرکیات شما را آگاه سازیم که این چنین است حال امت با این آقایون، با این سادات و با این کبرا. پس برادرای گرامی، خواهران عزیز، دوستان محترم، این مصائب تنها در ایران نیست، این مصائب و این سخنها تنها در افغانستان نیست، این تنها در پاکستان نیست، بلکه در تمام دنیا. فقط شیطان لعین از در عبادات مردم، در طاعتهای مردم، در تمام امورات زندگی مردم داره که خود را شریک می کند. بس اوقات به وضعیت، خب ایران که شما خوب می دانید، من به وضعیت افغانستان می نگرم، می بینم در اونجا هم سیفی ها، یک تعداد سیفی ها سخت در زورن،
صوفیای سیفی، کسی که صدا از کتاب و سنت میزند با اسمای مختلف و متعدد آن بیچاره را نامبد میسازد، با اسمای مختلف زندانی میشود، از خانه ها برده میشود. خب پس چرا؟ چرا این چنین کار است؟ ولی تصوف با اوجش، تصوف با اوجش، هر کاری که میکنن میکنن، کسی نیست از اونا بپرسد. هر یکی فقط دختری را پیدا میکند و عروسی کو و عروسی کو. درست است که نکاح کردن جایزه، ولی به خاطر دین چیزی نیست، فقط پول جمع کن و عروسی ها بکن. فرامین اسلامی، فرامین کتاب و سنت، حقوق حقی مسلمان ها بسیار کم داده میشه. بالای اصول و اساسات دین تمسخر میکنن، میگوین که این سخنان است یا منسوخ شده و یا هم حقیقت ندارد، العیاذ بالله. این مصیبت ها دامنگیر امت است. می خواهیم از این مصیبت ها بیرون بشیم و رب العالمین برای ما خوشی های دنیا و آخرت را ارزانی بگرداند، چی باید کرد؟ راه بیرون رفت چیست؟ باز هم برمی گردم به اصل مطلب، که رجوع به کتاب و سنت، قسمی که در سوره آل عمران الله کریم سبحانه و تعالی مهربانی کرده و فرموده واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بر اسمان الله چنگ بزنید، از فرقواریت بدور باشید، از تحزب و از تعصب بدور باشید. و باز نعمت رب العالمین، بعثت رسول الله و نزول قرآن، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. یاد کنید نعمت الله را بر خود، بعثت رسول الله و نزول کتاب، زمانی که شما در میان هم دشمن بودید، الله از وجه کتاب و سنت شما را با هم برادر برادر ساخت. شما باور بکنید اگر ما به یک مذهب خاص و یا به یک روش خاص و یا به یک پیر و به یک مرشد و به یک امام خاص رجوع کردیم، از دین محروم میمانیم. پس با اینمی علما، با اینمی اکابر خود و از ارشادات آنها که مطابق قرآن و سنت بود بگیریم. اما متباقی مسائلی که خلاف قرآن و سنت، کسی ما را به تعصب لسانی، کسی ما را به تعصب سمتی، کسی به تحزب و تعصب و تحزب و و و و تحزب ما را دعوت میده که میگن این تحزب است و حزب فلان و حزب فلان و این گروه فلان و گروه فلان، این که به این رفتی دیگه. رای بیرون رفت از دلالت و گمراهی، ترکتو فیکم امرین لن تدلو ما این تمسکتون بهما. بس این دو چیز است، کتاب الله و سنت مصطفی صلی الله علیه وسلم. لو تركتم سنة نبيكم لضللتم، اگر سنت پیامبرتان را ترک کردید در حقیقت شما گمراه شدید، گمراه میشید. امام شافعی رحمه الله، سیدنا امام شافعی، کسی آمد در نزدش و برایش گفت که
جواب این مسئله و این سخن چیست؟ آن بزرگوار برایش گفت که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کذا و کذا، پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین و چنان فرمود. او برش گفت خب درست است، ولی نظر خودت در ای باب چیست؟ سیدنا امام شافعی رحمه الله برایش گفت، گفت آیا ما از عبادت خانی به اصطلاح مصطلح یهودی ها بیرون شدیم؟ آیا ما از کلیسا سر بیرون کردیم؟ من یهودیم یا نصرانی؟ آیا به گردن من زنار است هندوستم؟ من برای تو میگویم که الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین فرموده و تو میگویی که تو چی میفرمایی؟ حال اسلاف ما، بزرگای دین ما این چنین بود. تو برایش از قرآن و حدیث بگو، میگه امام ما اینجوری فرموده، در حالی که دروغ میبندن بر امام، دروغ میبندن بر علی. من یکان بار میگویم، میگویم علیه که اینها معرفی میکنند، نمیدونم کدام علیست، علی که هیچ غیرت نداشت که اینا معرفی میکنن برای ما. یک کسی که از حق خود دفاع نتونست، این غیرتیست؟ ببینید دوستان، مثلا به طرف دیگری نرود، ولی دوری از کتاب و سنت، تحزب، تعصب و انانیت، انا خیر منه، راه و روش شیطان را پیروی کردن سبب می شود که قرآن را هم رد کند، حدیث را هم رد کند، بالای اکابر هم تهمت ببندد و اونا را زشت و ناسزا بگوید. خب دوستا، اگر من غلط کردم بگویید، اگر من غلط میگویم شما حق دارید و بگویید که ابوبکر غلط گفتی، علی که از حقش دفاع نتانست. مسئله منسوسی که امامت است به نظر اینا، الله در قرآن بقره را اسم برد، مگس را اسم برد، اسب را اسم برد، قاطر را اسم برد، اولاغ درازگوش را اسم برد، خنزیر را اسم برد، پشه را، همچنان شتر را، خرد و بزرگ، فیل را، ولی نام علی را در امامت نگرفت. اینا میگن علی امام است. علی جان، اللهم عجل لولی کلفر، اللهم صلی علی. خب علی از حق خود دفاع نتونست. الله میگه تو خلیفه استی، میگه نیم، من میترسم. آیا توهین به علی نیست؟ خب علی از در خانه اش دفاع نتونست، علی از خانومش دفاع نتونست، محسن سخت شد دفاع نتونست، قبرغی فاطمه را شکستند و به سیلی زدند، دفاع نتونست، به گردنش رسبان انداختند و اطفال مدینه با پشت سرش، دفاع نتونست. شما کدام علی را میگید؟ علی فاتح خیبر. آقا کدام علی؟ یه علی که شما میگین با والله ما اصلا اینجوری، علی که از دخترش دفاع نتانست، علی که از دخترش دفاع نتانست. علی جا آقا عقل داری؟ اینجا کاپوره یا دماغ چیزی هست؟ اینجا مغزه هست یا خانه خالی؟ هیچ چیزی نیست. عجیبه. علی ما، علی که ابداً ابداً این سخنان را نگفته که من اول بودم. یک روایت سیاره بیارین که علی به حدیث غدیر استدلال کرده باشه که الحمدلله
آن ولایتی که غصب شده بود دوباره به دست آمد. نیست. چلنج است. بیارین کل شیعه قم و خم و غم و همه تان جمع کنین و بیاین. بیارین. نیست. پس علی ما کسی بود که حق خود را دفاع کردم میتونست از خانمش از بیبی فاطمه زهرا رضی الله عنها دفاع کرده میتونست، تو از همه چیزی خود در حیات خود به بسیار مردانگی دفاع کرده. کسی بود که او را الله میگن، او را الله و رسولش دور داره و الله و رسولش او را دوست دارد و او الله و رسول را دوست داشت. او فاتح خیبر و ابرمرد تاریخ اسلام است. شما کدام علی را برای مردم معرفی میکنید؟ علی و رسول الله و عایشه زیر یک لیاف میخوابید. لا اله الا الله. پس دوستای عزیز، رفتن به نزد این چنین افراد و رها کردن کتاب و سنت سبب مصائب و بلایای متعدد در دین و دنیای انسان میشه. باز مجبور هستی که غیر مستقیم ناخودآگاه این بزرگوارای دین هم بی غیرت و هم بی ایمان و هم بزدل و جبون و خوار معرفی بکنی. یا علی. اما کدام علی؟ انسان زیاد حریص به این می باشه که برای بچه خود کمک کنه. خب حسن زدن در رانش با شمشیر، سجادهش از جاینمازش از زیر پایش گرفتن، برش گفت که ای کسی که مسلمان ها را ذلیل کردی، چرا ای علی رضی الله عنه نرسید که می با صدا می زد حسن یا علی؟ و علی رضی الله عنه می رسید، نزدیک هم بود، نزدیک بود و قدر دور نبود. تو از افغانستان و از پاکستان و از بنگلادش و هندوستان و از قم شریف، قم شریف این رزیل شریف نام میگذارم، عظیمه. خب باید میرسید. سیدنا امام حسین رضی الله عنه در کربلا از دست نمی رافضی ها شهید میشه، باید که اونجا میرسید به داد پسر خدا اهل بیت و زنها و اطفال، که نرسید. که او یک موحد بود، حسین یک تاپرست بود و یک به اصطلاح نکته را یاد بگیرید، به یاد داشته باشید، راه و روش حسین را تعقیب کنید. جان داد ولی یا علی نگفت. ببینید در هیچ کتابی نیست که در اون جمیم شب شهید بشد و صدا زد که یا علی، یا جد محترم محمد صلی الله علیه وسلم. یاد بگیرین چیا، اگر پیروان حسینی پس آداب حسینی را یاد بگیرید که جان داد ولی شرک نکرد، یا علی نگفت، یا علی نگفت. پس برادران عزیز، خواهران محترم، بزرگواران، خلاصه کلام اینه که برگردید به سوی کتاب و سنت، برگشت به سوی کتاب و سنت، بیایید از این شعبدبازهای صوفی و این آخودهای شعبدباز و جادوگر و مزخرف تشیع بیرون برین، بیایین به قرآن و به سنت رو بیارین و به این چنگ بزنین، کامیاب میشید. ورنه در دنیا هم اینا استعمالتان کرد و در آخرت باز بیزاری کنی، هیچ به دردت نمیخوره. در اونجا تابع و مطبوع اگر یکی از دیگر براءت میکنه فایده نداره. در اینجا براءت و بیزاریتان را اعلان کنید از این مردم. چهار کتاب است: تورات، زبور، انجیل، قرآن. خب چهار یاری که وارث ابوبکر، عمر، عثمان، علی، درست؟ باز به تعقیبش میگن چهار مذهب است: حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. خب باز میگن چهار طریقه است: قادری، سروردی، چشتی و نقشبندی.
باز چشتی آقا گتی دول میگه به الله خدا برسن تبله و ارمونه و دول و نب و موسیقی میگن به این ما به خدا به الله میرسنیم. او دیگه به خیزک و جستک و انواع و اقسام مسائل میخوایی به الله برسی، راه رسیدن به الله بسیار نزدیک و آسان. القرآن و حبل الله و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. یک جهت ایرسمان در دست بلا کیف الله است و طرف دیگرش هم در دست خود شما. میخوای به الله برسی چنگ بزن به قرآن. شرح قرآن را در احادیث صحیح رسول الله ببین. نفهمیدی از علمای ربانی، از علمای عاملین بپرس. نتیجه بسیار عالی را در دنیا و در آخرت میگیری. ولی ما بدبختانه به پشت سادات و کبرا و شیوخ و علمای خود اقتدا کردیم و اگر در مسیر را خلاف این سادات یک قولی می آید که اون درست و این از سادات ما غلط بود، ما مجبور استیم که باز غلط پیر خود را بگیریم، غلط آخوند را بگیریم و صحیح قرآن و سنت را ترک کنیم. یا هم تعبیلات بر صورت دوستا، وقت برنامه ما به پایان رسیده، یک دو دقیقه مانده. البته امروز فقط تمهیدن کلمات چند شکسته و ریخته خدمت شما بزرگواران و عزیزان تقدیم کردم. ان شاء الله در آینده اگر زنده بودیم و رب العالمین خواست و با توفیق و بیاری و با مدد و کمک رب العالمین ما نیاز داریم، ما نه از رسول الله مدد می خواهیم و نه از چهار یار کبار، نه به علی صدا می زنیم و نه به حسن و نه به حسین. الیس الله بکاف عبده؟ آیا اگر الله برای بندهش کافی نیست؟ او برای ما کافی است و ما از او، این از رب ما، از رب کائنات، از او پروردگار عظیم خود در هر امر زندگی و در هر بخش زندگی کمک میخواهیم و او با ما کمک میکند ولو اگر بعد از یک مدت هم باشد. پس به کمک الله ما نیاز داریم و انشالله که نظر به مو حالات خود گاه ناگاه مهمان خانه های شما عزیزان خواهم بود و چیزی که از کتاب و سنت و بعضی از مسائل حاد روز که ما داریم و می داشته باشیم خدمت شما عرض خواهم کرد و انشالله همچنان تلفن های شما را جواب خواهم داد بإذن الله تبارک و تعالی. تا دیدار بعدی و تا لقای بعدی که باز هم خدمت شما بزرگواران می باشم، همه تان را به الله یکتا و یگانه می سپارم. رب العالمین یار و یاور شما. التماس دعا می کنم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. آمین. قرمز است دیدگاه ای خدا آمده، جمله حزین و نالان زین ستم ظالمان. صحن مسلا رنگین ز خون این عزیزان، بیگنا گشتن شهید در ره دین حمید. بر وطن سرخ همی خون شهیدان چکید، ای خدا کرم ما همه نالان و زار. ای خدا کرم ما را تو همراه و یار. ای خدا کرم ده به دل ما قرار. ای خدا کرم، ای خدا کرم ما همه نالان و زار. ای خدا کرم
ما را تو همراه و یار ای خدا کرم، ده به دل ما قرار ای خدا کرم. بار دیگر قلب من مملو ز آه و غم است، جمعه خونین شده.